حمله سردار آزمون به امیر تتلو. حواشی امروز رپ فارس رو بهت پیشنهاد میکنم اصلا از دست ندی. ساب کن و تا آخر این ویدیو همراه من بمون. سلام به برابکس دوست داشتنی رپ تایم، امیدوارم حال دلتون هر کجا که هستید خوبه خوب باشه. ستونای جنگ زیاد نمونه تا هزار تایی شدنمون، یه دست برسونید هزار تا شدیم الان، امیدوارم که دیگه امروز کمک کنید به 800 تا برسیم. خلاصه زیاد نمونده تا هزار تایی شدنتون. اگه هزار تایی شدنمون، اگه دارید این ویدیو رو میبینید دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو فعال کنید، ویدیویی که دادم رو بتونید بیاید زودتر از بقیه ببینید اگه خواستید. آقا امروز چی شده؟ داستان اینه که دیشب سردار آزمون و پوتک اومدن با هم ویدیو گرفتن. میدونید که پوتک یه دونه ویژه برنامه درست کرده که با رپرها، حالا بازیگرها، با هر کس که معروفه میاد ویدیو درست میکنه و ازشون سوال میپرسه و اسم این ویژه برنامه اینه که بهتر جواب ندی. یعنی واقعا بهتر جواب ندی، چون یه سوالایی میپرسه واقعا بعضی وقتا خوب نیست. البته واسه بعضی رو رعایت میکنه، مثلا واسه سردار آزمون خیلی رعایت کرده بود، چون بالاخره رپر که نیست، فوتبالیسته. خب یه سوالی مثلا تقریبا فوتبالیستی پرسیده بود، ولی خب بین اینا یه حاشیه‌ای ایجاد شده بود، اینکه پرسیده بود نمیدونم فلانی یا فلانی دورتیا مثلا نمیدونم کی، بالاخره یه حاشیه‌ای ایجاد شده بود که امروز اومدم من واسهتون ضبطش کردم که یه تیکاشو ببینیم، چون خیلیا قضیه کامل ویدیو دید، یا مثلا خیلیا دیدن ویدیو را، ولی خب اینجوری داستان که اون تیکا رو نفهمیدم. اون تیکا رو درآوردم که امروز با هم ریاکتش کنیم ببینیم چه خبره. پوتک هم که کپیرش فکر نکنم بخوری، حالا پوتک هم که این هفته حواشی واسه زیاد بود، این دو سه روز من تا اونجا که یادم میاد فقط پوتک داشتم دیگه. سوتورای گنگ زیاد معطلتون نمی کنم، بیریم سر ریاکشن دیگه. سابو بزنید دیگه، زیاد نمونده تا هزار تایی شدنمون. دمتون گرم. خب بچه ها بریم تیکه اولو ببینیم. اپ فارسی که گوش دادی چی بود؟ اینجا از پوتک از سردار آزمون سوال میکنه که اولین موزیکی گوش دادی چی بود، و یکی دوتا سوال شخصی دیگه هم شده. اینجا اولین آهنگ خیلی سخته، اولین آهنگ هر کدومش یاد میاد به اون فکر میکنم هیچ کس بود، فکر کنم کدوم آهنگش اختلاف همونی که مثل باها نه بازم کلام هیچ کس پیش رو هیچ کس اولین آهنگی که سردار گوش داده بود آهنگ بازم کلان هیچ کس بوده دیگه، هیچ کس پیش رو هیچ کسی پیش رو. یادم نمیاد اولی ها، خب یادم نمیاد اولی، ولی حس میکنم که آره یکی از اولی ها. بیشترین رپری که تو پلیلیستت گوش میدی اسمش چیه؟ یا اصلا رپرها رو گوش نمیدی شانسیه؟ چرا نه، یعنی سردار آزمون خب بیشتر رپر، مثلا تتل هم بالاخره رپر دیگه، یه رپر خیلی معروفیه تقریبا، اسمی از تتل نیورد، حتی سمت آر ام بی خونا رفت، یا مثلا کسایی که قدیمیان باز رفت سمت آرمین زارعی و سمت تتل نرفت، هر جور حساب کنیم. خیلی دوست دارم اتفاقا کسی که از همه بیشتر آرمین رو زیاد دارم. آرمین تو ایفن آره. بیشتر غمگین گوش میدی یعنی؟ نه نه دارم، امیر خلوت رو دارم، او ایوال آرمین رو دارم. پس قدیمی بازی؟ آره من خیلی قدیمی بازم. ایوال ایوال زد بازی هم دارم. آه زد بازی هم داری. بهتری رپر ایران از نظر تو کیه؟ از نظر من؟ آره از نظر تو، کسی که واقعا دوستش داری و از نظر تو بهتری. بعد کلا در نهایت گفت آقا سیجل و اینا رو بیشتر باشون حال میکنه، سیجل زد بازی، کلا بکس زد بازی بیشتر از تو بقیه رپرها. از سبکای زد بازی خوشم میاد. تو وایبا رو بیشتر دوست داری؟ آره خب مخصوصا دیس و دیس بازی که میشه، من عاشق اینا کیم دیس و دیس بازی. هابیل قابیل پیشرو رو گوش بدهت، هابیل قابیل رضا پیشرو ام جی خیلی دوست دارم، با اینکه میدونم خیلی چیزا شو باشه ولی باحالم. زد بازیه یعنی از نظر تو بهتری؟ میگه خیلی چیزا شو باشه، احتمال داره مثلا میندازه که خیلی چیزاش ساختگی باشن. میگن بیفای رپ فارسی ساختگیه، ولی واقعا پیشرو ام جی خیلی ساله با هم دیگه مشکل دارن. دوست دارم آره، من سیجلو خیلی دوستش دارم، باحال ام جی رو دوست دارم، سهراب خیلی دوستش دارم، دوست خودم هم هست. مراد ایدن چی؟ ببین همه این رپرایی که خیلی معروف شدن از نظر من خیلی خفنن، خیلی یعنی لیاقتشو داشتن دیگه 100 درصد. قطعاً ببین حتما علکی معروف نشدن، به نظر من یه چیزی داشتن که این همه سالم این همه دارن میترکونن، هر یه آهنگی هم میدن میترکونن، همشون خوبن، ایدن هم خوبه، جی جی هم خوبه، ولی من خودم فیوریت تام بیشتر به سمت اون دو تاست. اوکی فهمیدم. یه مدت خیلی کراش داشتم روی، یعنی کراش کراش موزیکی کراش موزیکی داشتم به هیده. خب آره ولی خب در کل من چیز میکنم، یعنی سیجلو از همه سیجلو ام جی رو بیشتر من سعی میکنم با سیجلو ام جی بخونم. آره بدترین رپر
بعد این قضیه خب سیجل انتخاب کرد با ام جی، سیجل ام جی، یعنی سیجل خیلی واقعا خواننده باحالیه و اینکه حرکتی که داره پوتک میزنه واقعا باحاله. دو سه نفر بازیگرای خیلی یعنی معروف سینما رو هم دعوت کنه خیلی باحال میشه. حالا اینکه فوتبالی دعوت کرد، بریم واسه بعدی. بدترین رپر ایران از نظر سردار آزمون خوشش میاد. کل من چیز میکنم، یعنی سیجل و از همه سیجل و ام جی رو بیشتر من سعی میکنم با سیجل و ام جی بخونم. حالا بدترین رپر ایران گوشش میدی حالت بد؟ واه گوشش میدم حالش بد. گزینه ردم داریم، گزینه ردم نه اوکی. یه دونه رپر هست همش ناله میکنه، نمیشناسمش. یعنی سبکش ناله کرد جدیده یا قدیمی رپره یا نه اونم اسم در کرد؟ مهرابو میگه فکر کنم. ناله بودنش، داد میزد بارا. حالا میدونم کیو میگی. اون بنادر من میدونم کیو میگی. اول اسمش میم داره نمیگم، ولی میدونم کیو میگی. نمیدونم بعدم پوتک نخواست طرفو گنده کنه، گفت اول اسمشو میگم. اول اسمش هم نگفت تازه، فقط اول اسمش گفت میم داره اول اسمش، یعنی نخواست دیگه هیچ جوره طرفو گنده کنه. آقا اسپیار مهرابو بنده خودم کارش خوبه. این دختره اسم فکرام 13 14 ساله الان مهراب گوش میدن شکستش خیلی میخوره. تقریبا همینطوریه. اینجا پوتک از سردار میپرسه اگه خواننده میشدی دوست داشتی با کی فیت بدی؟ یعنی خود من اگه خواننده میشدم اولین نفر با تتل فیت بدم. دوست داشتی با کی بخونی؟ سردار اف ام. دوست داشتی با کی بخونی رپر میشدی؟ ببین من واقعا همهشون رو میآوردم. همه رو تو یه ترک؟ نه همهش بدم. یه چیز میبست با کل رپ فارس فکر کنم ترک میبست یه هایی. بذار یکی رو انتخاب کنم. میرفتم تو غم مثلا دوست پسر دوست دختری میخواستم برم آرمین انتخاب میکردم کنار که واو 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 بگم مثلا من. اگه نه مثلا گنگتور میخواستی بخونی بهزاد خوب بود لیتو برای آره مثلا میخواستم معروف بشم من مثلا با زد بازی میخونم به دهنت سرویس. گنگتور بهزاد لیتو؟ خب بهزاد لیتو کجاش گنگه؟ نه صداش گنگه، بچه خوشگله بیشتر. حسین رو باید میگفتی کجای بهزاد لیتو واقعا گنگه؟ یه جایی تو مهمونی چه میدونم یه جای دیدیش ولی کنم. خب با ام جی و بهزاد لیتو اینا میخوندم. خب زد بازی دیگه، با زد بازی بازا کنسرت هم برم آجی. سلبریتی که سردار باهاش صحبت کردی ولی ازش خوشت نمیاد، یعنی دیدیش یه جایی تو مهمونی چه میدونم یه جای دیدیش ولی بعد باهاش حال نکردی؟ ما رو رد بدش بدش بدترین هنرپیشه ایران. اینو اگه رد نمیکرد واقعا باحال، سوال باحالی بود. اگه رد نمیکرد البته رد کرد دیگه. آرتیست زن ایران از نظر تو؟ سوگن؟ وای دوست دارم، خیلی قشنگ گفتی. سردار جهان با بهترین آرتیست زن ایران سوگن. گندم خدا وکیلی، چرا سوگن میگی؟ نمیدونم هر جا رفیقام باشن من اونجا میام. پرسوتی ترین بازیکن ایران کیه؟ علی بیرانوند. میدونست. خوشگل ترین اینجا گفت بدترین، یعنی کسی که بیشتر سوتی میده تو فوتبال کیه؟ گفت علی بیرانوند. بعدش یعنی فکر کنم 3 دقیقه در مورد علی حرف زد، گفت آره آدم خوشقلبیه فلان اینجوریه، کلا یه جوری خواست دل طرف در بیاره دیگه. اینجا پوتک اسم چند تا خواننده میگه، بعد سردار از بینش یکی رو انتخاب میکنه، میگه دورچی. دورچی من تو آورد، نمیدونم دورچی فکر الان یه می اومده از دورچی بیرون داخل اکسپلور که یه تیکه بد داره. بعد میدونی جالبش کجاست؟ جالبش اینجاست که سروش هیچ کس اون دورچی حمایت که گفت حال کردم اون موزیک، یعنی دورچی دیگه تقریبا میره واسه نسل 5، یعنی نسل 5 دیگه، چون قدیمی که نیست، تازه اومده شروع کرده دیگه. متفکر الان تیم ملی داخل زمین چچی بیت که حال میکنم باش. آه اینگاش خیلی دوست دارم. سروش هیچ کس پیش کس فرد دورچی ازش حامله هم بابرزا گلزار ایش نظری ندارم رو. حسین رپر، حسین ابلیس قدیم. آهنگاش خیلی گنگ توره ولی خودشو نمیدونم. بهنوش بختیاری هنر پیشه. کیروش حاجی واقعا حسین میگه آهنگاشو نمیدونم، دهن سریس دیگه. حسین کلا گنگه دیگه، آهنگای حسین گنگه، شخصیت خود حسین هم گنگه. برو دیسای حسین رو گوش بده ببین چطوریه. جنتلمن پوتک خوشقر دوست دارم. حالا دوتا میگم یه دونه شو انتخاب کن. اسپد یا فوتبال؟ فوتبال. رپ یا پاپ؟ باحال میشه حاجی. سردار آزمون اصلا یه جوری رپ فنه دیگه، هر موقع ازش پرسین رپ یا پاپ رپ. پلیس داشتن عدش در می آوردن به خاطر همین. پرسپولیس یا استقلال؟
هیچ کدوم. بارسا یا رئال؟ من رئالی ام. گاهی اوقات هم بارسایی میشم، نمیدونم چرا. پس رونالدویی هم هست. رونالدو مسی رو نپرسم دیگه. آره. تلگرام یا اینستاگرام؟ اینستاگرام. یوتیوب یا تلویزیون؟ یوتیوب. حالا به خاطر پول یه باشگاهو انتخاب کردی؟ آ اینم پایان سوالات بود و اینم بهتون بگم که حالا این ویژه برنامه‌ای که پوتک درست کرده خیلی طولانیه. حالا خیلی قسمت داره، فعلا داره آرتیست میاره، گندم پیشرو تتل هم احتمالا اضافه کنه. معلوم فکر نکنم تتل بیاد. خب پیشنهاد رو بده 100%. البته سر این حاشیه‌ای که ایجاد شده احتمالا این گزینه تتل خط میخوره، احتمال خیلی زیاد. ستونای گنگ یادتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنین. زیاد نمونده تا 1000 تایی شده، ما یه دست برسونید 1000 تا رو شدیم. دمتون گرم باز که حمایت میکنی. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خدا نگه دارتون.